نام یاد خدا، درود و وقت شما بخیر. در این برنامه آغاز روز خوش آمدید. من سمیولا نوری هستم. در این بخش برنامه روی وضعیت امنیتی ولایت تخار بیشتر بحث میکنیم که تخار در کدام وضعیت قرار داره و وضعیت کرونا چگونه است. مهمان ما در این برنامه آقای محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار با ما وصل هستند روی خط اسکایپ. سلام و وقت شما بخیر آقای هجری. سلام عرض میکنم حضور شما و از طریق شما به تمام بینندگان محترم تلویزیونی آریانا. بسیار تشکر، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بیاین بس از اینجا شروع کنیم که با وجود اینکه مردم از گسترش ناامنی ها در این ولایت شکایت دارن، وضعیت از چی قرار است در تخار؟ در کل وضعیت از نقطه نظری موضوعاتی که حالا خیلی هات شده، موضوع کرونا در یک حدی زیر کنترل است. آخرین آماری که برای فعلا ثبت شده در ولایت تخار در حدود 379 نفر مثبت است، 51 شفا داریم و همچنان 9 نفر فوتی است و در حدود 46 نفر تحت مراقبت های جدی ما قرار دارند. خب بعد از اینکه اولین واقع در سطح ولایت تخار به ثبت رسید، ما عجالتا شفاخانه کووید 19 را ایجاد کردیم و کمیته های مبارزه با کرونا در سطح ولایت تخار ایجاد شد و این کمیته ها کارشان را آغاز کردند. از جمله ما کمیته کنترل قیم ساختیم تا اینکه نرخ مواد ارتزاقی را اینا تحت کنترل بگیرن، که یک تعداد با استفاده از این فضا، با استفاده از این رویداد ناگواری که حالا در سطح مملکت واقع شده، حداقل اینا سوء استفاده نکنن و از این آقای جی روی اون موضوع میاییم، روی موضوع کرونا میاییم، ولی فعلا وضعیت امنیتی چگونه است در تخار؟ وضعیت امنیتی در کل الحمدلله در سطح ولایت تخار قناعت بخش است. صرف ولایت تخار از نایه ولایت های همجوار قسم ناسب پذیر هستند. شما در جریان هستین که اکثرا ناامنی هایی که از نشانی مخالفین مسلح احساس میشه بیشتر در ولسوالی مواره کوکچه است. ولسوالی مواره کوکچه ما یک مرز مشترک با ولایت قندوز داره، خصوصا ولسوالی دشتی هرچی ولایت قندوز، که اکثرا مخالفین مسلح برنامه شومشان را از ولسوالی دشتی هرچی ولایت قندوز را اندازی میکنن و گاهی اوقات باعث نارامی و باعث مشکلات امنیتی در سطح ولسوالی های مواره کوکچه، خصوصا ولسوالی خواجه غار ما میشن، که اکثرا نیروهای امنیتی ما تمام حملات و برنامه هایی که مخالفین در سطح ولسوالی هایی که اونجا قسم آسیب پذیر است انجام دادن، توسط نیروهای امنیتی ما دفع شده و مخالفین ما فرصتی ازیره ندادیم که اینا لانه سازی بکنن و اسلحه گذاری بکنن. برای فعلا وضعیت در کل الحمدلله در سطح ولایت تخار خوب است. صرف مخالفین مسلح با استفاده از هفته کاهش خشونت اینا قلمرو تحت حاکمیت چون در بعضی مناطق قسما گسترش داده بودند، که بعد از اینکه نیروهای امنیتی ما حالت دفاع فعال اختیار کردن، اکثرا مناطق و اکثر ساحاتی که در اونجا اکثر سلط تعدیدات از نایه مخالفین احساس می شد بسره وقت رسیدگی شد و اینا سرکوب شدن و تلفات سنگین برشان وارد شد. برای فعلا الحمدلله وضعیت تحت کنترلی نیروهای امنیتی ما قرار داره. با گفته شما فعلا یک ولسوالی که ماره کوکچه گفتن که مرز با ولایت قندوز است زیر تهدید امنیتی قرار داره، درست؟ خوب در کل ولسوالی دشتی، ولسوالی خواجه غاری ما قسمی است که در اونجا یک مرز مشترک با ولسوالی دشتی هرچی ولایت قندوز داره. اکثرا مخالفین با استفاده از این نقطه مشترکی که بین ولایت قندوز و ولایت تخار واقع شده، اکثرا ولسوالی خواجه غار، ولسوالی دشت قلا، ولسوالی خواجه باودین و قسما ولسوالی دشت ولسوالی انگ قلا با تعدیدات امنیتی مواجه کردند، که صرف اینا در بعضی ساحات دورده است، در بعضی قریجات این ولسوالی ها یک سلسله تحرکات دارند. من با اطمینان برتون گفته میتونم که ولایت تخار از جمله ولایاتی است که امروز نسبت به ولایت های همجوارش از یک امنیتی نصفی قسما برخوردار است. ما برای فعلا در 16 ولسوالی که در سطح ولایت تخار داره، ما عرضه خدمات اداری ما به گونه نرمالش به پیش میره. در تمام ولسوالی ها ما ولسوال داریم، قماندان امنیت داریم، مدیر امنیت داریم و تمام تشکیلات اداری ما اونجا
فعال است و عرضه خدمات به گونه نرمال پیش میره. صرفا در ولسوالی های ماورای کوکچه ما که 4 ولسوالی که خدمتتان من عرض کردم و نام گرفتم، قسما در بعضی ساحات از ولسوالی ها مخالفین یک سلسله تحرکات دارن گیرم برمیگرده به ولایت های همجواری ما. بیشتر خدمتتان عرض شد هدفتان از مخالفین طالباست یا دیگر گروه های هم فعالیت دارن؟ خب عمدتا مخالفین، گروه مخالفین طالبا است. اینا پایگاه خیلی مرکزیشان در ولسوالی دشتیارچی ولایت قندز است و اکثرا تحرکاتشون اونا از اونجا سازماندهی میکنن، ولی نیروهای امنیتی ما اکثرا برنامه ها و عملیات های از اینا را عقب زدن و خود طالبا و گروه مخالفین به این برداشت دارن که هیچ وقت اینا برنامه هاشون را نمیتونن در ولایت تخار اجرا بکنن و در اینجا کدام دستاوردی داشته باشن، چون اکثرا برنامه ها و عملیات های از اینا با شکست مواجه شده و خوبترین قماندان های از اینا کشته شدن، تلفات بسیار سنگین برای از اینا وارد شده. این برداشت پیش خود مخالفین هم است. بله، قسمی که باشندگان ولایت هم از جرایم جنایی در این ولایت خبر میتن، جرایم جنایی چگونه است؟ چطور تانسته مسئولین و اداره محلی تخار بر مهار این جرایم کار مفید بکنند؟ ما یک موضوع را خیلی با اطمینان خدمتتان میتونم عرض بکنم. اکثرا حادثات جنایی که در سطح ولایت تخار واقع شده، پلیس ما، بخشای امنیتی و کشفی ما دستاوردهای خیلی فوق‌العاده هم داشتند. شما در جریان قرار داشتین که چند قبل یکی از زرگرهای شهر طالقان توسط دزدای مسلح به قتل رسید و یک تن دیگه هم زخمی شد و مقدار پول و پیسه از نور هم دزدا با خود برده بود که پلیس ما به اسرع وقت با ریاست امنیت ملی ما این دزدا را دستگیر کردند، برای فعلا تحت بازداشت قرار دارند. به همین ترتیب در اکثریت موارد جنایی که در سطح ولایت تخار اتفاق افتیده، پلیس ما دستگیر کرده و اینا برای فعلا در ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدن و در اونجا تحت محاکمه قرار دارن. در این بخش هم من خدمتتان عرض بکنم که چند مورد حادثات جنایی که در ولایت تخار واقع شد، در چند مورد ما دستاوردهای خوبی داشتیم و کسایی که عاملین قضایا بودن دستگیر شدن و برای فعلا تحت بازداشت قرار دارن. یعنی در این امر مسئولین امنیتی موفق بودن و چی دستاوردهایی داشتین شما؟ این قطعا با اطمینان خدمتتان عرض میکنم که پلیس ما، بخشای امنیتی و کشفی ما در همه موارد امنیتی خوب درخشیدن، خصوصا در قضایای جنایی که خدمتتان عرض بکنم دستاوردهای خیلی فوق‌العاده داشتن. شما در جریان شاید قرار داشته باشین که برای فعلا روند خلع سلاح تفنگدارای غیر مسئول در ولایت تخار خیلی با سرعت پیش میره. ما تانستیم که یکی از ولسوالی هایی که در اونجا تفنگدارای غیر مسئول خیلی باعثی آزار و اذیت مردم می شدن، خصوصا در ولسوالی چاب، در اونجا روند خلع سلاح تفنگدارای غیر مسئول با موفقیت پایان پیدا کرد. تفنگدارای غیر مسئول خلع سلاح شدن و برای فعلا در اونجا قسما وضعیت آرام است و مردم از نایه مخالفین، از نایه تفنگدارای غیر مسئول خیلی راحت هستند و کدام مشکلی برشان خلق نشده. به همین ترتیب ما این را گسترش دادیم در سطح دیگه ولسوالی ها، کسایی که با تفنگ غیر مسئول میخوان باعث آزار و اذیت هموطنهای ما شوند، پلیس ما با اینا برخورد قانونی میکنه و مطابق به قانون نافذه کشور اینا را مجازات میکنن. بله، در وضعیت کنونی که شیوع ویروس کرونا در حال افزایش است، مردم و باشندگان ولایت تخار چگونه موارد بهداشتی را رعایت میکنند در اونجا؟ خب بعد از اینکه اولین واقعه در سطح ولایت تخار به ثبت رسید، ما 7 کمیته کاری در سطح ولایت تخار مقام ولایت ایجاد کرد و این کمیته ها عملا کارشان آغاز کردند که ما اولین کمیته که ایجاد شد کمیته کنترل قیام بود.
یک تعداد کوشش میکردن با استفاده از فضایی که ایجاد شده دست به احتکار بزنن و دست به گران فروشی بزنن و خصوصا مواد غذایی را از ولایت تخار به دیگه ولایت ها انتقال بدن. کمیته کنترل قیام ما موظف شد تا همه مواردی که خدمتتون عرض کردم اینا را تحت کنترل بگیره و به همین گونه کمیته های کاری دیگه ای را ما ایجاد کردیم. کمیته ضد عفونی شهر بود که شهر به گونه پیهم ضد عفونی شد و ما قسما برای مدت چند روز شهر هم قسما قرنطین کردیم که متاسفانه شهروندای طالقان نسبت به پروسه قرنطین یک اندازه به اعتنا بودن و برای فعلا ما پروگرام ها و برنامه های مشخصی را روی دست داریم تا به هر گونه که شود یقل ما بتانیم شهر را برای چند روز قرنطین بکنیم. ولی یک موضوع را خدمتتون عرض بکنم که ما از تجمعات غیر ضروری در سطح ولایت تخار قطعا خود جلوگیری کردیم و پلیس ما در این موارد وارد عمل شده و نگذاشته تجمعاتی که باعث شیوع و گسترش ویروس کرونا میشه اینا راه اندازی بکنن و پلیس در این زمینه اقدام کرده و در این زمینه این کارهایی که خدمتتون عرض کردم اجرا شده. برای فعلا محدودیت های گشت و گذار یعنی در آنجا وضع شده؟ خب محدودیت های گشت و گذار به او پیمانه ای که باید وضع شوه متاسفانه شهروندای ما به او پیمانه جدی نگرفتن و چیزی که برمیگرده به حکومت خب باید مسئولین جدی میگرفتن. عرض میکنم خدمتتون به کمیته های موظف مبارزه با کرونا اینا برنامه های خود داره. ما مثلا در دو روز قبل ما در حدود 1200 ماسک به شهروندای طالقان توزیع کردیم تا اینکه اینا حداقل بتونن فرهنگ ماسک استفاده از ماسک در این ولایت نهادینه شوه که این هم خودش یک نوع ابتکار خوبی است که امروز از نشانی کمیته مبارزه با کرونا و خصوصا رهبری مقام ولایتی را اندازی شده و برای فعلا توزیع ماسک در سطح ولایت تخار ادامه داره و ما این را گسترش میتیم در سطح ولسوالی ها. ما کوشش میکنیم که به یک نوعی حداقل بتانیم مردم را قانع بسازیم که اینا از ماسک استفاده بکنن، حداقل فاصله های اجتماعی را اینا در نظر بگیره. اینی پروسه و برنامه هایی است که برای فعلا عملا کار شده است و کمیته های موظف ما در این زمینه به قدر کافی آگاهی دهی کردن، آگاهی دهی در سطح ولایت تخار به شمول ولسوالی ها و تمام قریجات و قصباتی که در ولسوالی ها است از طرف حکومت محلی ادامه داره و ما در دورترین نقاط ولایت تخار ما تمای آگاهی دهی ما در اونجا فعالیت دارن و در این زمینه کار با جدیت آغاز شده و انشالله به پیش میره. وضعیت مبتلایان ویروس کرونا و مریضایی که از اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا فعلا در شفاخانه ها در شفاخانه تجرید تخار به سر میبرند، وضعیتشان چگونه است؟ آیا چنین شفاخانه های هم وجود داره که اونا از اونجا در اونجا مراقبت میشه و چگونه مراقبت میشن؟ بله، ما شفاخانه کوید 19 صد بستر کوید 19 را در ولایت تخار مقام ولایت ایجاد کرده و برای فعلا شفاخانه کوید 19 ما فعال است و عرضه خدمات صحی به مبتلایان ویروس کرونا در اونجا ادامه داره و کدام مشکلی نداریم ما در اون بخش. برای فعلا ترمیم شفاخانه کوید 19 با سرعت پیش میره و کارش هم قسما تقریبا پایان پیدا کرده. ما شفاخانه کوید 19 را ایجاد کردیم، تمام لوازم و موارد بهداشتی را در اونجا تهیه کردیم و در خدمت دکتر سیبا قرار دادیم و به همین ترتیب یک موضوع دیگر هم ما خدمتتون عرض بکنیم که ما زمین برای فوتی های کرونا 8 جریب زمین در منطقه بادامدره شهر طالقان اونجا در نظر گرفته حکومت محلی و به همین ترتیب ما یک غسلخانه را در محوطه شفاخانه کوید 19 اونجا کارش عملا برای فعلا جریان داره. به همین ترتیب خدمتتون عرض بکنم که در حدودی 379 مورد واقع مثبت برای فعلا در شفاخانه کوید 19 شهر ولایت تخار به ثبت رسیده، 51 نفر شفایاب داریم و به همین ترتیب 9 نفر فوتی است و 46 نفر تحت مراقبت های جدی دکتر سیبای ما در شفاخانه کوید 19
قرار داره و تمام لوازم و امکانات شفاخانه کووید 19 تهیه شده و برای فعلا عرضه خدمات در شفاخانه 100 بستر کووید 19 طالقان به گونه نرمال پیش میره و در این بخش کدام مشکل و کدام چالشی برای فعلا ما نداریم. حکومت محلی تخار در امر شیوع بیشتر ویروس کرونا از چی چیز زیادتر نگران است؟ خوب در کل باز ما خدمتتان عرض بکنم که شهروندای ما کوشش بکنن که حداقل فاصله های اجتماعی رو در نظر بگیرن، از ماسک استفاده بکنن، کوشش بکنن از تجمعات غیر ضروری خودداری بکنن و در این زمینه با وجود از اینکه حکومت محلی هم برنامه ها و طرحهای خود داره و انشالله ایره ما به زودترین فرصت عملی میکنیم، ولی بازم خواست ما از شهروندایی است که حداقل ما را کمک بکنن در این زمینه. اینا کوشش بکنن که توصیه های دکتر سیبا را در نظر بگیرن که امروزی فاجعه واقعا که خیلی دامنش گسترش پیدا کرده و روز به روز تعداد واقعات خصوصا در ولایت تخار رو به افزایش است. خواست ما از شهروندایی است که در این بخش ما را کمک بکنن و اینا توصیه دکتر سیبا را در نظر بگیرن و مطابق با او شرایطی زیستشان را فراهم بسازن و به این ترتیب پیش برن. بله، در اخیر اداره محلی تخار برای بهتر شدن وضعیت امنیتی این ولایت چی پلان ها را روی دست دارند؟ خوب ما نیروهای امنیتی ما در هر استقامتی که در اونجا از نوع مخالفین تهدیداتی که وجود داره اونجا حضور دارن. مخالفین کدام صفوف مشخص جنگی ندارن در سطح ولایت تخار، اکثرا در بعضی مناطق دوردست ولسوالی ها میان در اونجا یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنن، بعد از اینکه نیروهای امنیتی ما رفتن نام تواری میشن و بالاخره اگر زیافتر در ولسوالی های مواره کوکچه اینا متواری میشن به ولایت قندوز، کدام صفوفی مشخصی جنگی ندارن، ولی نیروهای امنیتی ما کلن آمادگی دارن و کلن با رویه خوب در مقابل مخالفین استاد شدن و برای فعلا تعدیدات مخالفین در او پیمانه نیست که کدام چالش بسیار جدی صد رای نیروهای امنیتی ما ایجاد بکنن، چون مخالفین در اکثریت حملاتی که در ولایت تخار انجام دادن خودشان با حملاتشان با ناکامی انجام میده و تلفات سنگین برشان وارد شده. نیروهای امنیتی ما با وجود از اینکه تشکیلات به او پیمانه این است، تقریبا تشکیلات امنیتی ما برمیگرده به 13 سال قبل، با وجود از این نیروهای امنیتی ما تانستن که تمام تحرکات مخالفین اینا خونسا بکنن و نگذارن که اینا به او برنامه و اهداف شومشان در سطح ولایت تخار نائل بیان. بسیار زیاد ممنون از حضورتان در برنامه. آقای محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار. با ادامه برنامه خوش آمدید. مقام های کابل و واشنگتن روی برداشتن گام های بعدی از جمله زمان و مکان برگزاری مذاکرات میان افغان ها و رهایی زندانیان گفتگو کردند. ریاست جمهوری میگوید در این گفتگوی ویدیو وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی توافق شد تا به زودی روی کارشیوه آتش‌بس اعلام نشده که در آن قاعده بازی مشخص گردد کار صورت بگیرد. در همین حال زلمه خلیزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید رهایی زندانیان و کاهش خشونت ها گفتگوهای صلح را به مسیر خوب کشانده و انتظار دارد که به زودی مذاکرات میان افغان ها آغاز شود. پس از گزارش روی این موارد صحبت میکنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیلزاد په کابل کې د امریکا د سفیر شارج دافیر او د نړیوال ځواکونو لوی قومندان د دوشنبه په شپه ناوخته د ولسمشر غنی او د ملي پخلاینې شورا له رئیس عبدالله سره د سورې په بهیر کې پراتلونکو ګامونو د بندیانو پر خلاصون او د افغانانو د خپلمنځي خبرو پر ځای او نیټې خبرې اترې کړې دي. د این ویډیو کانفرنس وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا تاکید بر این کرد که یکی از اهداف اساسی ایالات متحده امریکا در چمکات روابط استراتژیک و دوامدار امریکا با افغانستان است که برای برقراری صلح بر ثبات افغانستان و ختم جنگ همچنان با حکومت افغانستان و در کنار حکومت افغانستان و مردم افغانستان مشترک کار خواهد کرد. پامدل که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د اختر ورځو کې اوربان او د بندیانو خلاصون د سولې خبرې په ښه لوري روانې کړې دي او تمه لري چې ژر د حکومت او طالبانو خبرې په یوه ایواد کې ترسره شي. حال برمیگرده به جانب مقابل که
حسن نیت نشان بده، آمادگی نشان بده و از زمان و مکان مشخص شده و مذاکرات آغاز گرده. کابل او واشنگتن په داسې حال کې د سوري خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي چې طالبان او حکومت د طالب بندیانو د شمیر په اکله متضاد دریزونه لري. حکومت او طالبان کولای شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوال کمیټې په همکارۍ باندې بندیان په خطوګه تفکیک او تشخیص کې، ځکه ټول سیاسي او جنگي بندیان د سره صلیب د نړیوال کمیټې سره راجستر شوي دي. د دوه سوري اوکل له مخې ټاکل شوی به چې د مارچ 13مې 15000 طالب بندیان د زور حکومتي بندیانو په بدل کې آزاد شوی وای، خو تر اوسه نږدې 3000 طالب بندیان حکومت او 400 بندیان طالبانو آزاد کړي او دواړو لورو ویلي چې دا بهیر دوام کوي. بله، مهمان من در این برنامه آقای جبار اکبری، آقای سیاسی از روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. سلام آقای اکبری، سلام و وقت شما بخیر. ممنون، سلام خدمت شما، سلام خدمت همه مردم شریف افغانستان. اجازه دهید عطاف دعا بفرستم برای شهدای گلگون کفن مردم افغانستان، علل خصوص شهدای رای حق و آزادی، شهدایی که به خاطر رسیدن به صلح جانهای شیرین خود را از دست دادند. ممنون، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بیاین بس از اینجا شروع کنیم که گفتگویی که حکومت مقام های حکومت افغانستان با مقام های آمریکایی داشتن چقدر میتونه برای آغاز گفتگوهای میان افغان ها مؤثر تمام شود؟ هر قدم و هر گامی که در راستای صلح یا در جهت صلح ما را به مذاکرات میان افغانان نزدیک بسازد، گامی است یا نوید است به سوی یک صلح با عزت و به سوی یک صلح با استقرار. مسلماً ما هر قدر تلاش ببرزیم، هر قدر تکاپو ببرزیم به خاطر از اینکه بتانیم ما را به صلح خود نزدیکتر بسازیم و این که امروز حکومت افغانستان علل خصوص کابل با واشنگتن دارد صحبت هایی دارد به خاطر رسیدن به یک صلح با عزت، به خاطر رسیدن به یک صلح که مردم افغانستان 17 سال است که تشنه صلح هستند، آرزو دارند که بتانند یک صلح سرتاسری را در کشورشان با خود داشته باشند، که خودش مترفخ و نوید بخش است و به این استاد واشنگتن باید تلاش کنه که بتانه بستر سازی کنه و در اینهای البته مذاکرات میان افغانان را فراهم بسازه و این طرف در کنارش طرف های درگیر مقتنی بسازه که مردم افغانستان تشنه صلح هستند و این رو شما بازی را با پیش گرفتین، آیا بازی سیاسی را با پیش گرفتین، بازی قدرت را با پیش گرفتین، یا این که واقعا شما میخواین که با یک دیپلماسی کارساز که بتانه شما را مذاکرات میان افغانان با گفتگوهای صلح که مردم افغانستان و علل خصوص کسایی که واقعا اونا تشنه صلح هستند در این راستا شما گام برداره، واقعا خودش ای امیدوار و امیدوار کننده است. در خیر اگر واقعا ما به دنبال از این باشیم که طرف های درگیر اونا به دنبال دیپلماسی البته جنگ باشن و تلاششان این باشه که بتونن قدرت سیاسی را از طریق وحشت و دهشت از طریق امتیاز طلبی به دست بیارن، نه تنها که دو طرف نمیتونه به یک توافق کلی نزدیک شود و نمیتونه به یک صلح با عزت نزدیک شود، دامنه این صلح بگام البته گسترده‌تر میشه و ما نمیتونیم که واقعا برایند این صلح با مردم افغانستان آفتابی بسازیم و خواسته های طرف های درگیر البته ما تنظیم بکنیم. واقعا خود از این بازم ما را میبره به طرف یک تجربه که ما البته تجربه تلخ شما در دههای قبل داشتیم و در این راستا تصمیم هایی که حالا اتخاذ بشه البته این تصمیم ها تصمیم قاطع باشه، جامع باشه، با یک پلان مشخصی که بتانه دو طرف به گفتگوهای میان افغانان نزدیک بسازد و طرف های درگیر مقتنع شوند که واقعا حکومت افغانستان میخواهد که صلح در کشورشان بیاید. بله، روند صلح افغانستان به نظر شما با این همه در کجا روان است؟ آیا امریکا و طالبان به اساس توافقنامه صلح عمل میکنند؟ ما فکر میکنم که اگر واقعا امریکا علل خصوص که امروز کشوری است که خود دایدار صلح برای مردم افغانستان خطاب کرده، اگر واقعا اینا حسن نیت داشته باشند و بتانند که واقعا به خواسته های مردم افغانستان اینا تمکین بگذارند و بتانند که همین جنگ 40 ساله که 41 ساله که مردم افغانستان تجربه تلخ از این کنار گذاشتن، بتانند که این جنگ البته دامنش جمع بسازند و بتانند که صلح در افغانستان بیان واقعا که قابل قبول مردم افغانستان است و علل خصوص قابل استقبال میکنند. اگر واقعا آمریکا البته دنبال امو پارادوکس یا تضاد منافعش باشه، بلکه بگه که
از یک طرف طالبان را فرمی کنه و اونا را پای میز مذاکره بکشانه، از طرف دیگه حکومت افغانستان اینا بخوری به خاطر اینکه اینا در تقابل باشن به خاطر فساد منافع خود، به خاطر خود آمریکا بتونه که در این کشور البته حضور فیزیکی داشته باشه و به نحوی بتونه که تاثیرگذاری خود بالای این کشور به قبول آورد. مسلمم که واقعا این نه تنها اینکه یعنی حضور فیزیکی، حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان موثر خواهد تمام شد به نظر شما؟ من فکر میکنم که اگر واقعا اونا کارشیوهی را اتخاذ کنند که بتانند که در قسمت مهارسازی طالب، در قسمت مهارسازی ظاهرن اونا دارن توافق میکنند با طالبا. خب ما این خود در مرد موافقت نامه بود که یکی از بنده های موافقت نامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود، ولی ما فکر میکنم در چنین شرایطی که امروز حکومت افغانستان واقعا نمیتونه که همه چیز خودش به دست خودش قرار بده و بتونه که در قسمت مهارسازی گروهها اینا دست به کار شود و حضور آمریکا اینجا البته حتمی است. خب بعد اساس توافقنامه صلح طالبات به آمریکایی‌ها هیچ ضرری وارد نخواهند کرد؟ ما فکر میکنم که طالبا خب حالا موافقت نامه را با آمریکا امضا کردن، حالا تکلیف حکومت افغانستان چگونه میشه؟ ما صلح به خاطر حکومت افغانستان روش برای صحبت داریم، صلح به خاطر مردم افغانستان است، صلح به خاطر منافع ملی افغانستان است. حالا البته تکلیف آمریکا و طالبا تا جای حل شده که اونا رفتن موافقت نامه امضا کردن که شما شاهد البته موافقت نامه بودید و اونجا در بندهای موافقت نامه تذکر داده شده رهایی 5000 زندانی در بدلش 1000 زندانی طرف از نیروهای آمریکایی، نیروهای افغان البته، و این مسئله آفتابی است، ولی هنوز قربانی های جنگ که امروز نیروهای افغان قربانی دادن و مردم افغانستان میخواهد که یک طرف با عزت بیاد تانیدی تا این تکلیف نشده و این داستا باید گامه های برداشته شود و طرف های درگیر مقتنع شدن که واقعا آقای اکبری، این که شما از رهایی زندانیان طالب یاد کردن، در میان این که رهایی زندانیان به گفته طالبا به آغاز گفتگوهای میان افغانی خواهد انجامید که منابع نزدیک به طالبا میگن که تا 5000 زندانی طالب از بند دولت رها نشه گفتگوهای میان افغانی آغاز نخواهد شد، این رهایی زندانیان در میانی که به آغاز گفتگوهای میان افغانی می انجامه چی نگرانی ها را در آینده به وجود می آره؟ شما ببینید، من قبلا هم تذکر دادم که دیپلماسی طالبان دیپلماسی جنگی است و اونا می خواهند که به نحو فقط به خاطر امتیاز طلبی، یعنی اونا صلح نمی خواهند. خب مسلما اگر واقعا اونا به دنبال صلح می بودند امروز اجگاه البته بعض پیش شرطایی که البته آمریکا برشان پیشکش کرده بود، پس رسیدن افغانستان به صلح محال است. خب بدون تردید اگر واقعا طرف های درگیر و کسایی که امروز نمیخواهند که یک سال در افغانستان ماندگار بماند، اگر واقعا اینا با یک اندیشه بزرگ گام میگذاشتن، مثلا من ما میتونستیم درون نبود که یک کشور سیم به میان ما البته وساطت کنه یا میانجی کنه، در حالی که اگر از بود حقوقی ما البته نگاهی داشته باشیم طالبا شهروند اینمی کشور هستند و اینا هم صفای اینمی کشور هستند، میامدن سلاحهای بدساختی خود کنار میگذاشتن به خاطر آرامش خودشان، به خاطر ثبات خودشان اینا میامدن موافقتنامه صلح با حکومت افغانستان امضا میکردن و به خواستهای مردم افغانستان اینا تمکین نمیگذاشتن، اینا رفتن البته موافقتنامه را با آمریکا امضا کردن و حالا برایندش را میخواهند که به حکومت افغانستان پیشکش کنند، در حالی که اونا البته عملگرا نیستند، اونا شعارگرا هستند. اگر واقعا اونا امروز با یک بله آقای اکبری، یعنی این ایجاد شورای عالی مصالحه و همچنان تلاش حکومت به خاطر تأمین صلح در افغانستان، تلاش کشورهای منطقه و حمایتشان، اینها اما به نظر شما ناکام خواهد بود؟ ما فکر میکنم که حالا شورای مصالحه عالی صلح ایجاد شده، ما امیدوار هستم که اینا بتونن به کارشیوه کلان و اینجا تصمیم اتخاذ کنن و در قسمت اجرای تصمیم اینا گام های ارزنده و مستمر بگذارن و بتونن یک آجندای مشخصی که برای بتونن به گفتگوهای مذاکرات میان افغانان نزدیک بسازه اینجا رویش بحث و تبادل نظر صورت بگیره و این خودش گامی است به طرف رسیدن به اتفاق بایزد و همچنان امروز شما ببینید که همین طالبایی که امروز میخوان با حکومت افغانستان درست کنند اینا چند دسته هستند و شما شاهدش هستید که حتی
سازمان ملل متحد از توانی بودن طالبان با گروه القاعده، اونا هم اظهاراتی داشتن و حتی در اونجا تذکر دادن که یک متنی که عادت سازمان ملل متحد منتشر ساخته است که طالبان با القاعده امروز در توانی هستند و اونا هم در قسمت سربازگیری و قسمت اما دیروز خلیلزاد گفت که طالبان به اساس توافقنامه صلح با گروه القاعده روابط نخواهد داشت. خب من فکر میکنم که حالا نیاز میره که آقای خلیلزاد به هر طور خاطر از اینکه اینا با طالبا موافقتنامه امضا کردن و ما شاهدش بودم که در اکتیویت آقای خلیلزاد اونجا نگاشته است که طالبا آمریکا از کارکردهای طالبا نظارت میکنه. حالا این نظارت چی قدر میتونه که تاثیرگذار باشه و برایند از اینه با کابل اینا شریک بسازن و مردم کابل اینا مقنع بسازن که واقعا طالبا اجزایی با گویرکایی که اونا قبلا با اونا در تبانی بودن با اینا البته در تبانی نیستن، در تضاد هستن و هیچ بایی نمیخوان که موافقتنامه که میان آمریکا و طالبا امضا شده است این موافقتنامه نقض شده، حالا که نقض هم شد شما شاهدی بودن که یکی دو مواردی که البته اونجا تذکر داده شده بود این موارد نقض شده بود تا بعد پایش خشونت در کدام موارد نقض شده؟ ما فکر نمی‌کنیم که حالا یکی از مواردی که میتونه نقض باشه این بود که در پایش خشونت‌ها خودش البته در ولی طالبان میگه چون این چیزی در اونجا نگاشته نشده است که کاهش خشونت ها باشه، درباره کاهش خشونت ها چیزی نوشته نشده. شما ببینید که در جریان کاهش خشونت ها اونا بارها اظهار داشتن که ما خشونت ها را کاهش میدیم، نه تنها که خشونت ها را کاهش ندادن و شما شاهدش بودید که حتی در یکی از ولایات افغانستان همین طالبا در برابر نیروهای خارجی استادگی کردن که مورد البته تاخطات نیروهای امریکایی قرار دادن و این خودش نقض موافقتنامه نشان میده و از طرف دیگر حالا شما شاهد هستید که در قسمت رهایی 5000 زندانی که اینا در بدل 6000 زندانی از طرف حکومت افغانستان حالا به اونا پیشکش شده و کجای از این خب 5000 زندانی آقای اکبری 5000 زندانی طالب به اساس توافقنامه صلح افغانستان صلح امریکا و طالبان بین توافقنامه که امضا شد رها میشه از جانب حکومت افغانستان. دقیقاً خوبی یکی از بندهای البته موافقتنامه میان آمریکا و طالبان بود. ما امیدوار هستم که طالبان هیچ وقت دنبال بهانه جویی نباشند و هیچ وقت البته بهانه را برای خود نگیرند که اونا به خاطر امتیاز طلبی و به خاطر اینکه اونا بتوانند که در میز مذاکره قرار است میان حکومت افغانستان و طالبان شکل بگیرد و اونجا دنبال امتیاز طلبی باشد. طالبان هم تلاششان به این باشد که همان طوری که با آمریکا رفتند موافقتنامه امضا کردند همان طور با حکومت افغانستان علی خصوص با کابل موافقتنامه را امضا کنند و تمکین بذارن در خواست های مردم افغانستان، تمکین بذارن در قربانی های جنگ مردم افغانستان، تمکین بذارن در کسایی که واقعا اونا میخواهند که یک صلح با استقرار در افغانستان مانده باشند. اگر اونا دنبال انارشی یا هرج و مرج باشند مسلما نه تنهایی که البته این خواست ها قابل قبول مردم افغانستان نیست، شاید که در مورد البته پذیرش جامعه جهانی هم نباشه و آمریکا هم اینجا از خود واکنش نشان بده، در حالی که حالا آقای خلیلزاد بارها اظهار داشته است که طالبان البته آماده هستند که با حکومت افغانستان موافقتنامه امضا کنند و آماده هستند که با حکومت افغانستان پای میز مذاکره بودند و شما شاهدش هستید که البته بحث یا پس امروز یک بحث کارساز شده است و حتی ای که حکومت افغانستان چندین بار به طالبان پیشنهاد کرد که آتش بس میتونه که زمینه مذاکرات میان افغانها را البته بسترسازی کنه و شما دیدید که اونا قبول نکردن حتی در سه روز ای که البته آتش بس دو طرف شکل گرفت و پس و محترم را شاهد ما شاهد روزی بودیم که حملاتشان تشدد بخشید در نقاط مختلف افغانستان، حتی این آتش بس اونا شکستاندن و تمکین نگذاشتن. اگر واقعا اونا بخواهند که حکومت افغانستان صلح کنند همیشه وقت دنبال هستی باشند که به خواست های طرف تمکین بذارند و از تو پذیرند که واقعا افغانستان نیاز به صلح. بسیار زیاد تشکر آقای جبار اکبری فعال سیاسی که از کابل روی خط اسکایپ با ما وصل بودند. با ادامه برنامه دوباره خوش آمدید. طالبان حتی پس از توافق صلح با آمریکا هم رابطشان را با گروه القاعده قطع نکرده است. سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته که القاعده در افغانستان به گونه محرمانه در تبانی با طالبان دست به عملیات‌های نظامی می‌زنند و حتی این گروه
با رهبر القاعده در اوایل سال جاری میلادی نشست هایی را از بهر مستحکم تر ساختن روابطشان چندین بار را اندازی کردند. اما زلمه خلیزاد میگوید که ایالات متحده نظارت جدی از گروه طالبان دارد و بر بنیاد توافقنامه صلح این گروه تعهد کردند که روابطشان را با گروه القاعده قطع میکنند. پس از گزارش روی این موارد بیشتر صحبت میکنیم. ده سول اوکر ده موافقان و ترسنگ مخالفان هم داری. ده ملگور ملتون و امنیت شورا موندنی خی ده طالبان زین جگپوری غری ده سول اوکر مخالفان دی. ده اسلامی ولایت پونم دل لجگپور و طالبان جوړ شوه. دوی د القاعده خواخوږي او په افغانستان کې د سولې هر ډول احتمالي اوکړې پر ضد دي. یافته های ای گزارش مبنی بر موجودیت ارتباطات گروه طالبان با القاعده حقانی و سایر شبکه‌های تروریستی موجب نگرانی مردم افغانستان است. تاکید دولت افغانستان مردم افغانستان است که طالبان با تمام این گروه ها قطع رابطه بکنه و پروسه صلح افغانستان به یک فرصت د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپلو موندنو کې ویلي د سولې اوکړه لیک په لاسلیک سره به بهرني جنګلي افغانستان پرېږدي او له دې هېواده به بهر ځای پر ځای شي. له دې پرته به که د سولې بهیر ناکام شي تاوتریخوالی به لا زیات شي. پروسه صلح به طور طبیعي دوستا و دشمنانی داره. هر قدر ما در پروسه صلح نزدیکتر میشیم به اون اندازه مخالفین صلح فعالتر میشن. من باور دارم که به زودی مخالفین صلح جبهه مقاومتی رو علیه روند صلح در افغانستان در داخل و خارج کشور تشکیل میدن. د ملګرو ملتونو موندنی خی له اتو تر لزرو بهرني جنگری افغانستان کې فعالیت لري چې څه باندې شپږ زره پاکستانیان دي. دوی به د سولی اوکړې تر لاسلیک وروسته احتمالا جګړه وغځوي. جنگجویانی که با حمایت مستقیم نظامی پاکستان و بخشی از القاعده و گروه انشعابی از طالبان و شاید هم با حمایت مالی و تکنیکی بخش داعش شاخی خراسان شگر فعالیت کنه، ایجاد یک چالش جدید نه تنها در راستای امن‌سازی در افغانستان مخصوصا کابل می باشه، بلکه یکی از مشکلات عمده زیبا چالش کشاندن پروسه صلح و ختم جنگ در افغانستان می باشه. طالبانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې رپورت په توند خبرګون ښکاره کړی. دا ډله وایي طالبان یو موټی دي او یو موټی توبې وروستي اوربند ثابت کړ. طالبانو ډاډ ورکړی چې د دوهې اوکړه لیک له مخې دا ډله هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې د نورو د امنیت پر ضد کار واخیستل شي یا افغانستان کې د توندلاریتوب مرکزونه جوړ شي. مهمان من در این برنامه آقای یحیی چاوش، کارشناس سیاسی و امنیتی از کشور روسیه با ما وصل هستند از طریق اسکایپ. سلام و وقت شما بخیر آقای چاوش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به همه بیننده‌های عزیز تلویزیون شما. تشکر، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بیاین بس از اینجا شروع کنیم که قطع نشدن رابطه طالبان و القاعده پس از توافقنامه صلح با آمریکا با چی پیامدی را به دنبال خواهد داشت؟ تشکر، موضوع بسیار جالبی مطرح کردین. ارتباط طالبا با القاعده، ارتباط طالبا با دیگر گروه های اکستریمیست، بنیادگرا، گروه هایی که اعمال تروریستی را انجام میدن چی در افغانستان و چی در دیگر اقصای جهان، موضوع از این قرار است که یا از ابتدا با همدیگر ارتباطات ارگانیک دارن، اینا با هم روابط سیستماتیک دارن. چگونه میشه یک ارتباط ارگانیک و روابط سیستماتیک از یا مقطعی یا به یک دفعگی هم از یا قطعشه و یا با روابط خود با القاعده قطع کنن؟ امکان نداره. القاعده یک سازمان تروریستی در سطح جهان و منطقه است که پیش از طالبا در زمان فعالیت های تنظیم های جهادی یا و قبل از او یا در کشورهای آفریقایی، در داخل کشورهای عربی از گذری های بسیار قوی داشتن، با یک سازماندهی بسیار سنجیده شده مؤثر برای اهداف مشخص. بعدن که مسئله افغانستان یا پیدا میشه، جنگا شدت پیدا میکنه، تمام امور اکمالاتی
تمویل پول و غیره این سازمان های تنظیمی را از داخل پاکستان و در داخل افغانستان، مسائل ترور، انفجارات، تخریب بنیادهای اقتصادی افغانستان یا وسیله و حلقه‌های اساسی که مغز متفکر گروه های تروریستی در ابتدا به شکل موثرتر از او با قول خود از او پیش می برد و انجام می داد، یا گروه های امی سازمان القاعده بود. سازمان القاعده تا طالبان حاضر نشدن به واسطه تسلیم کردن، حاضر نشدن که بن لادن تسلیم کنن و پاکستان بینیمی موجود سبب سقوط امارات از یا شد در داخل افغانستان. بسیار تلفات دیدن، خسارات دیدن، بنیاد از یا از هم ریخت در یک مرحله. به این واسطه بسیار مشکل است که تصور کنیم یا فکر کنیم یا قبول کنیم که طالبان میتونه روابط خود با القاعده قطع کنه. همینطور ما باور نیستم. با اساس توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان باید قطع میکردن رابطشانه و خلیلزاد هم گفته که امریکا به صورت جدی این موضوع را نظارت میکنه. بله بله، گپ بسیار دقیق شما گفتین. منتها متاسفانه مشکل اینجا است که اولا این توافقنامه یک توافقنامه مورد اعتباری نیست. این توافقنامه هیچ گارانتی در قبال خود نداره. اما از این توافقنامه حکومت افغانستان هم نیست و کشورهای منطقه هم نیست حمایت کردن، استقبال کردن ازش. خب مجبورن، هر گامی که به خاطر صلح افغانستان صورت میگیره، هر گام کوچک ولی بسیار ناچیز هم باشه، ما هم استقبال میکنیم، روشن فکرهای افغانستان استقبال میکنه و هر افغان با درک و با احساس هر گامی از هر جهتی که با واسطه صلح، با واسطه استقرار صلح در افغانستان، با واسطه قطع خونریزی صورت میگیره استقبال میشه. این حالی میاین تحلیل سیاسی، تحلیل منطقی و تحلیل علمی قرار میدین، مورد تحلیل قرار میدین. اینمی پروسه ره. اولا پروسه ای که شروع شد در قطر از ابتدا معلوم بود که یک پروسه بسیار ناکام است و بسیار با طول انجامید. ناکامی پروسه از این بود که هدف از مذاکرات در ابتدا مشخص معلوم نبود، بیان نشده بود و دیگه که آجندای مشخصی ندیش که در چی زمانی شروع میشه مذاکرات، با کدام مفردات ادامه میافه. گارانتی کننده این مذاکرات اولا که طالبا و طرف امریکا یا دو جهت مذاکره کننده هستند، یا باید برای خود تعیین میکردن که کی گارانتی میکنه این مذاکرات از یار. گارانتی کننده معتبر در سطح جهانی میتونست شورای امنیت ملل متحد باشه که در اونجا کشورهای مقتدر جهان، کشورهایی که نیروهای اتمی جهان تشکیل میده، کشورهایی که میتونه صلح جهانی تضمین کنه و در این جهت مؤثر و مفید واقع شه، او باید سهم میدهش. مشکل اینجی بود که در جریان مذاکرات در دو سال و چند ماهی که به طول کشید، بسیار مسائل پشت پرده، مسائل که نه گنگ، مسائلی که نخواستن افشا بشه، مسائلی که افشا شدن از در ابتدا بسیار رسوایی‌وار به بار می آورد، سبب شد که تا آخرین لحظه مذاکرات با بنبست بکشانه و بالاخره به جای صلح، به جای آتش بس. اینجا تخفیف تشنجات، تخفیف تشنج یا این گپا معنی نداره که یعنی قرارداد کیلای امضا کردن، این قرارداد تخفیف تشنج است. قرارداد آتش بس نیست، قرارداد است که تمام امتیازات در اینجا پاکستان برده. در این مسئله قرارداد طالبا هم نقص کردند که من برای شما دلایلی دارم و ایالات متحده امریکا هم همچنین. طالبا بدنامی بسیار تاریخی کمایی کردند که بعد از آمدن و یا با ایانا نگیار با قدرت هم شریک بدن، زبان پاکستان به سر از یاد دراز است که شما به جای گروپ های بلک واتر شما تبدیل شدین که سربازای وظیفه اجیر گروپ اجیر امریکایی که در افغانستان جنگ میکردن.
این وظیفه طالبان به عهده گرفتن که یا علیه القاعده جنگ میکنن. این گپ نمیتونن یار به این کار به پای عملی برسانن. طالبان برای از اینکه یا خود از یا با گروه داعش ارتباط دارن، یا هر لحظه یک روز بیرق سیاه رو به سفید تبدیل میکنن، یک روز بیرق سفید به سیاه در یک منطقه. پس به این زودی ها جنگ در افغانستان پایان نخواهد یافت به نظر شما؟ میبینیم که در طول تقریبا 40 سال به شکل برنامه ریزی شده که این جنگ را جهت های بسیار مختلف دادن. گروپ های تروریستی متعددی ایجاد شده که گروپ ها با هم ارتباط داره و این گروپ ها برای مقاصد مختلف، برای مقاصد متعددی. مثلا گروپ های تروریستی که او باید علیه هندوستان جنگ کنه، او از خود نام علیدی داره، جیش فلان و این و بسمدان. و گروپ هایی که باید او در ایغورستان چین جنگ کنن، هم نام جدای داره. گروپ هایی که باید در آسیای میانه جنگ کنن، از خود برای از او نام دگه دادن. گروپ هایی که در افغانستان جنگ میکنه، برای از او نام طالب دادن. گروپ هایی که در کشورهای عربی بود، دولت داعش بود که اونجا شکست خورد، یار آوردن ده. پس داخل افغانستان ساختن، از طریق پاکستان رهبری میشه، مراکز ازی هنوز در اونجا وجود داره. سالهاست که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و تمام کشورهای جهان داد میزنند، فریاد میزنند که مرکز تروریسم در پاکستان است. مرکز تروریسم و لانه‌های تروریستی در داخل پاکستان است، جای از آن مشخص است. بارها از طریق ارگان‌های کشفی افغانستان ای اطلاعات هم برای امریکایی‌ها داده شده. و چی برای امریکایی؟ امریکایی‌ها خود از آن بزرگترین دستگاه‌های استخباراتی جاسوسی دارند که خود از آن این معلومات را دارند. ای که به چی اهدافی از یا استفاده میشه مشخص است، معلوم است که به چی منظوری ها ایجاد شده. نه تنها یا همی از ابتدای گروپ های تنظیمی هم که ایجاد شده بود روی همی اهداف دهشت افغانی، اعمال اکستریمیزم، فعالیت های بنیادگرایانه تخریبی در کشورهای مختلف که موجب بسیار بدبختی بله. فاجعه. شما از گروه های یاد کردین، حالا شورای امنیت سازمان ملل از شکلگیری گروه به نام حزب اسلامی بر ضد توافق احتمالی صلح در افغانستان خبر میده. این گروه چقدر میتواند تهدید بزرگ در رابطه با تامین صلح در افغانستان تمام شود؟ خوب، یا این گروه ها تبلیغات خود همیشه داره. هیچ کدام از یا این گروپ یک نو ایجاد شده نمیتونه به اندازه داعش و به اندازه طالبا اینقدر جنایت، انفجارات، تخریباتی که ایا انجام دادن. او هم شاید کسایی باشه که با یا هم ارتباط داره و نام خود تغییر میدن. در همین مذاکرات صلح که امریکا با طالبا انجام داده، به اصطلاح قرارداد امضا کرده، در این قرارداد که امضا کرده یا از طالبات تقریبا 10 تا 15% به این پروسه می آید. متبقی از یا پس تغییر شکل میده، تغییر به بیرق میده، زیر نام داعش میره. نمی جنگ خونریزی. چرا باید چنین شود؟ یا به این شکل در اینمی پلان است که ادامه می آفه. اینجا جنگ علیه کفر نیست. یعنی طالبان نمی خواهند صلح بکنن؟ طالبان از موقع استفاده میکنن. طالبا یک بخش بسیار حلقه رهبری که بیرون مرزی هسته، یا در اختیار خود نیستن یا در اختیار پاکستان هستن. و از ابتدا تا آخر این به همین محرمیت مذاکرات، سرپوست گذاشتن، سربسته بودن مذاکراتی است که در اونجا نماینده های ISI، نماینده های پاکستان در مذاکرات یا شرکت داشته از ابتدا تا آخر. ایر نمیخواستن افشا کنن، نمیتوانستن. اونجا چانه زنی ها سر منافع پاکستان بود، سر اهداف پاکستان بود. و کشورهای با کمال تاسف که کشورهای غربی از ابتدا تا حال به این حال پاکستان بیشترین سود را برده در این راستا. بله بله، مسلمان پاکستانی تا سود بسیار زیادی برده که در آینده
ایتو قرارداد فرمول بندی کرده با امریکا با طالبان و با امریکا که در آینده طالبا با اگه یا قدرت را هم بگیرم اگه یا در عریکه قدرت هم برسن سرفگندگی بسیار کلان پیش پاکستان دارن که پاکستان از این استفاده میکنه بدنامی های برای خود یا کسب کردن که پاکستان از این استفاده میکنه اگه طالبا با مجردی که امریکا اعلان کرده بود که ما از افغانستان خارج میشم اعلان کرده بود نیروهای خود ترامپ اعلان کرده بود که نیروهای خود از افغانستان میکشون اگه طالبا واقعا یا افغان میبودن اگه واقعا اینا پایبند به امور اسلامی میبودن زمانی که یا با خارجی جنگ نمیکنن چرا سرباز اردوی ملی میکشن چرا سرباز مسلمان میکشن چرا سرباز افغان میکشن این بزرگترین بدنامی و ننگ تاریخی بود که جنگ 19 ساله طالبان و او چیزای کتالیا افتخار میکردن که علیه خارجی و امریکایی جنگ میکنن همه رو صفر ضرب کرد اینی قرارداد از یا و صفر به این معنی ضرب کرد که طالبا اعلان کردن که ما با امریکایی جنگ نمیکنیم ما با اردوی ملی افغانستان با نیروهای امنیتی افغانستان جنگ میکنیم ما شهرهای وطن خود انفجار میدیم ما شفاخانه های خود انفجار میدیم ما پول های خود انفجار میدیم ما سرک های خود تخریب میکنیم این بدنامی است این بدنامی تاریخ است این بزرگترین ننگ است که یا در آخرین لحظه های جنگ که در حالت باید در حال ختم شدن می بود این تمام این بدنامی ها به صورت طالبا خورد طالبا از این قرارداد و بسیار نقص کردند و این سازماندهی بسیار سنجیده پاکستان ببخشین برای طالبا رقم زد و از دیگه طرف برای امریکا ایالات متحده امریکا بسیار نقص کرد در از این وقتی که امریکا از افغانستان بیرون میشه چی ضرور که تو حال قرارداد پس امرای طالب میکنی از این چی فایده به دست آوردی طالب میتونه که ایالات متحده امریکا را از گروپ های تروریستی نجات بده یک خواب خیال است یک گپ وحی یک گپ با این همه چالش هایی که شما مطرح کردین پس حکومت افغانستان با کدام استراتژیک پیش بره تا مقابل این چالش ها ایستادگی کنن قسمی که تلاش ها به خاطر آغاز گفتگوهای میان افغانی و تلاش ها به خاطر ایجاد هیئت مذاکره کننده و همچنان تامین صلح در افغانستان از سوی حکومت و مقام های حکومتی جریان داره حکومت افغانستان در قدم اول باید استراتژی برای منافع ملی خود میداشت و داشته باشه حکومت افغانستان باید اهداف سیاسی برای مذاکرات خود باید داشته باشه حکومت افغانستان بهترین راهی است که بخاطر صلح بخاطر صلح دائمی صلح بسیار مهم است پروسه صلح پروسه بسیار حیاتی برای مردم افغانستان است جنگی که انمی 19 سال اخیر به شدت خود ادامه داره و باید هر چه زودتر با نیروهای خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان پایان بیافه ضرورت مبرم این میره که تدابیر جدی و لازم گرفته شه از طرف دولت مردای افغانستان و او باید استعداد عزیز پیدا کنند که تا حال نداشتن که این تدابیر بگیرن قدم اول لوی جرگه استراری دعوت کنند و لوی جرگه تصمیم بگیره که در مقابل طالبات چی میکنه کدام سیاست پیش میگیره کدام خطوط مذاکره باید ظاهرا لوی جرگه هم تشکیل شد از طرف حکومت خب ببینین اولا پیشتر من خدمت شما عرض کردم که در مذاکرات باید پلان های مشخص داشته باشه مذاکرات باید در داخل افغانستان صورت بگیره مذاکرات باید با طالبای در داخل افغانستان صورت بگیره که در طول مدت یا با امریکایی ها جنگ کردن ندا با طالبایی که و صرف در اختیار پاکستان هستند طالبان یک گروپ کوچک از یا رهبری یا رهبری میکنه از بیرون این گروپ های هستند که اکثر از یا به نام طالب هست ولی یا افسرهای آیسای هستند مشخص افسر هستند صاحب منصبای پاکستانی هستند و دیگه طالبان هستند در داخل افغانستان که یا جنگ کردن جنگ یا کردن تلفات یا دادن خانه های از یا خراب شد یا مستحق مذاکره هستند
یک سیستم درست مذاکره، پلان منظم مذاکره با ایالات تنظیم شه و از طریق از یا بهترین راه رسیدن به صلح است. افغانستان باید منتظر از این نباشه که چقدر امتیازات به پاکستان تال داده و چقدر دگم باید بده که پاکستان حاضر شه که دست از حمایت گروپ های تروریستی، طالب و غیره بکشه از افغانستان. افغانستان باید خود افغان ها این پروسه را در دست بگیرن به وسیله متخصصین خود، به وسیله شخصیت هایی که در این را تجربه دارن، آگاهی دارن، به وسیله از این باید پروسه رهبری شه تا به نتیجه برسه. به وسیله انسان و آدم های ناشی، آدم هایی که روش مذاکره بلد نیستن، اهداف برای مذاکره ندارن، پلان برای مذاکره ندارن. وقت ما کاملا پر است. آقای چاوش، ممنون از اینکه در برنامه حضور یافتن. به ادامه برنامه دوباره خوش آمده. در این بخش برنامه با آقای دکتر حسیب فرمولی، متخصص امراض داخلی عمومی، بیشتر روی موضوعات ویروس و کرونا صحبت خواهیم کرد. راه‌های جلوگیری و داروهایی که میتواند برش مؤثر تمام شود. بله، آقای دکتر حسیب فرمولی با ما وصل هستند از روی خط اسکایپ. سلام و وقت شما بخیر. سلام خدمت شما، سلام خدمت بیننده های خوب تلویزیون شما. خداتونه که یک روز خوب با دور از جنجال کرونا را آغاز کرده بشه. ممنون شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتن. بین بس از اینجا شروع کنیم که چه راههایی وجود دارد تا فرد بعد ویروس کرونا حداقل مبتلا نشه؟ دقیقاً درباره راههایش بارها صحبت شده، من امروز بازم صحبت میکنم، ولی یک کمک تغییرات ایجاد میکنم نظر به حالت فعلی. طبیعتاً درباره به جلوگیری از ویروس و کرونا گفته شده که قرنطین میتونه تاثیرگذار باشه، گفته شده که مراعات فاصله اجتماعی میتونه تاثیرگذار باشه، استفاده از ماسک میتونه تاثیرگذار باشه. وقتی که شما مطمئن هستین و فکر میکنین که با سوتوی مواجه شدین که در اونجا انتان ممکن است باشه، یا با سودایی که اشخاص دیگه دست زده باشه، مطمئنن از آنتی باکتریال آدم باید استفاده کنه، دستای خود رو بشوره یا با صابون بشوره. اینا راههایی هستن که همیشه درباره به جلوگیری از ویروس کرونا یا مصاب شدن به ویروس کرونا گفته شده. فعلا ما در یک حالت هستیم که میریم به طرف بحران، خدا نخواسته که اوتو یک روز نرسه، ولی متاسفانه نظر به پیش بینی هایی که شده، امکان داره وضعیت افغانستان به مراتب سخت‌تر شوه و بدتر شوه. در حالت فعلی بازم تنها رایش من فکر میکنم امی خواد بود که استفاده از ماسک به صورت جبری شود، یعنی به هیچ وجه هیچ شخص اجازه نداشته باشه که داخل شما بدون ماسک بگرده، و هموطنان خودشان هم دیگه کاری کنن. پیش از اینکه باید جبری شود، باید خودشان از ماسک استفاده کنن. شما دکتر صاحب مشکل در کجا میبینین در وضعیتی که فعلا بیشترین مردم در شهرها تجمع میکنن و رعایت نمیکنن حداقل موارد بهداشتی را؟ مشکل را شما در کجا میبینین بیشتر؟ اگر بیایم این را خوب تحلیل کنیم، مشکل خب اگر دفعتاً فعلا حالت است که من منعیس یک دکتر میتونم که مردم خود را ملامت بدانم، ولی ما در کشور هستیم که پس ها جنگ هست، در کشوری که تازه سراپا شده. معمولاً در کشوری که پس ها جنگ هست، کشوری که سراپا میشه، رو به پیشرفت است. مردم از لحاظ سطح آگاهی، مردم از لحاظ سطح سواد، مردم از لحاظ سطح برخورد یا نوع برخوردشون به بحران و مشکلات را دارن. ما فعلا در افغانستان به حالت قرار داریم که یک تعداد از مردمای ما هستن که در حالت استرخای ذهنی هستن. هر قدر که دکتر برش میگه که کرونا وجود داره، هر قدر که ملای مسجد برش میگه کرونا وجود داره، هر قدر که رسانه ها برش میگه، باز اونا باور ندارن. به گونه بازی سیاسی میبینن که او هم از تجربه بد گذشته هایشان است که به گونه همیشه نتونستن بالای کمال خود باور داشته باشن. و یک تعداد ما مردمایی داریم که متاسفانه اینقدر ترس و استرس بهشان زیادتر شده که هر لحظه میترسن. من با یک تعداد زیاد دوستایی مواجه هستم که هر باری که خبر مرگ دوستاشون از سبب کرونا میشنون یا میبینن یا از کرونا آگاهی کرونا رو میبینن، ترسشون بیشتر میشه و به گونه استرس استرابی برشان پیدا میشه که باز خود از این میتونه که سیر شدید مرض پیش از او داشته باشه. و با یک داد کسایی هستیم مواجه هستیم که از موجودیت کرونا هم میفهمن، از استرسشان استرس ندارن و به گونه منتظر هستن که یکی از دوستا یا از جانشان گرفته شود تا مطمئن شوند که کرونا میتونه جدی‌تر باشه،
تا جدی بگیرن. و این میمونه بحث دولت. دولت درست است که در بحث مدیریت بحران و کرونا به گونه‌ای مشکل داشته، حداقل 30 یا 40%، ولی در 60% از واقعات یا در 60% حکومت تمامی و توانایی که داشت، نظر به توانایی که خودش داشت، نظر به امکاناتی که در افغانستان بود، اقدامات لازمه را انجام داد. و اینجا افغانایی بودن، ما و شمایی بودیم که قرنطینه را شکستن بودیم، فاصله اجتماعی را خوب مراعت نمی کنیم، متاسفانه میبریم کشور را به مرحله بحرانی که بس کنترلش به مراتب شدیدتر خواهد بود و سخت‌تر خواهد بود. بله، امیدواریم که هموطنان جدیتر بگیرن این موضوع را. بیان روی بحث کنیم که برای افراد مبتلا چی داروهای مؤثر خواهد بود؟ به عنوان یک دکتر چی داروها را شما توصیه میکنین تا اونا استفاده کنن، حداقل برای بهبودیشان؟ از مثلا داروهای مثل آنتی بیوتیک استفاده میشن، بعضی داروهایی که در خانه آماده میکنن، چگونه است، چی داروها باید استفاده شود؟ به بحث تداوی کرونا باید گفته شود که حتما دکتر صاحبه قبلی هم امروز شما در جریان ماندن که تداوی خاصی برای کرونا هنوز وجود نداره. دنیا میره به طرف ازی که حداقل برای بهبودی مریض. من یادواری خود کردم، وقتی که کسی مصاب به کرونا میشه، چون دوایی وجود، ما تقریبا دو نوع دوا داریم، یعنی دو نوع تداوی داریم. ما تداوی عرضی داریم، تداوی سببی داریم. سببی تو معنی میده که ما سبب را از بین میبریم، مریض خود به خود خوب میشه. در بعضی اوقات ما نمیتونیم سبب را از بین ببریم، مثل که ویروس کرونا، مرض کرونا که پیش ما ایجاد میشه، سببش ویروس سارس‌2 است که ما سبب را از بین برده نمیتونیم، ولی تداوی عرضی میکنیم، اعراض را کنترل میکنیم تا زمانی که خود بدن قوی شه و ویروس را از بین ببره. در بحث تداوی ویروس کرونا که تداوی عرضی است، اون نظر به اعراض علائم طرف مقابل میتونه فرق کنه. مثلا یک آدم اگه سردرد داره، جوندردی داره، سرفا داره، اعراض تنفسی برش ایجاد شده نشده، ایسال برش ایجاد شده نشده، و سبب ها مشکل دیگه استراب برش پیدا شده نشده، که در بحث از اونها همیشان تقریبا تداوی عرضی داره، که باز کسی که مصاب بشه مطمئنا با یک دکتر، با یک کسی که متخصص است، خصوصا در بخش امراض داخله و تماس باشه، او وقتاً فوقتاً برش پیشنهاد میکنه که از کدام دوا استفاده کنه. آنتی بیوتیک به هیچ وجه استفاده نمیشه. فرضاً حتی اگر یک کسی گلندرد باشه، جاندرد باشه، شما شاید بفهمین که آنتی بیوتیک دوایی است که به زود باکتریا است، و کرونا ویروس است. باکتریا ویروس دو موجود مختلف است. دوایی که زود باکتریا است برای ویروس تاثیر نداره، ویروس از خود منبع داره. استفاده آنتی بیوتیک هیچ منطقی نیست، در هیچ یکی از آلات منطقی نیست. حتی اگر مریض به هر حالتی که باشه، ما برشان آنتی بیوتیک نمیتیم، مطمئنا اعراض علائمش را کنترل میکنیم، چون استفاده از آنتی بیوتیک مطمئنا مریض را دوباره ضعیف میسازه، وضعیتش خرابتر میکنه، امیونیتیش ضعیف میسازه، که باز سیر مریض نزد شدید میشه. اگر در بحث مثلا حداقل دوایی را که ما نام گرفتم میتونم فعلا از طریق تلویزیون تا هموطنان ما بتونم استفاده کنم، اونا ویتامین ها هستن. هر او ویتامین که هموطن عزیز مشناس را، هر او دوایی را که ویتامین داره، فقط ویتامین داره و هموطن ما مشناس، در وقت مسئولیت خود میتونه استفاده کنه. حالا چی فرق بکنه که او فرق نمی کنه که و ویتامین سی هست، زینک هست، یا منرال های مثل زینک هست و آهن هست و فولیک اسید هست و بالاخره ویتامین ای هست و ویتامین ای هست. هر او ویتامینی که نامشناسن، هر او میوه‌جاتی که نامشناسن، توانه خریدش دارن، هر او سبزیجاتی که توانه خریدش دارن، به گونه میتونند تقویه کردن سیستم ایمنی بدنشان کمک کنه. و وقتی که سیستم ایمنی بدن قوی شد، مطمئنا ویروس خود به خود از بین میره، چون بدن ما او را شکست میده. این چیزایی است که من میتونم بگم، ولی بحث های مسلکی بیشترتر نیاز بالا هر کنم از یادم با مفصلتر گپ بزنم تا هموطنان بفهمن که چی کارهای برشان مهم است. ولی پیشنهاد من این است که اگر شما مصاب به ویروس کرونا هستید و سیرش خفیف است، شماره یکی از دکتر صاحبا را حتما بگیرین، یا شماره 166 دولت را، تا وقت همیشه میوه‌جات و ویتامین استفاده کنین. اگر سیر شدید شده، اعراض علائم جدید پیدا شد، شما با شما را تماس بگیرین تا نظر و اعراض علائم مشخصی که دارین، دکتر صاحبا با شما دوا بده. آقای دکتر، چی مریضی ها میتواند باعث سیر صعود بیشتر این ویروس در وجود فرد مبتلا شود؟
یک تعداد مریضایی که بدون شک میتونه سیر را شدیدتر بسازه و شدت را مرض را بیشتر بسازه، شدت مرگ میر یا تعداد مرگ میر با مصرف زیاد بسازه، واضح است مثلا میتونه شکر بسازه خطرناک باشد. در حدود 2-9% از واقعات کسایی که شکر دارن و مصاب به ویروس کرونا میشن زندگیشان را از دست میده، که دیگه هم باز بحثای زیاد راست که فیلان وقتش که نخود داشته باشیم، کسایی که فشار بلند داره، کسایی که امراض قلبی داره، کسایی که با وجودی که این مشکلات را داره سنشان از 65-70 بالا هست، تعداد مرگ میر از اینا به مراتب بیشتر تر است، و کسایی که امیونیتی بدنشان ضعیف است، معافیت بدنشان ضعیف است، کسایی که امراض سیستم تنفسی دارن، کسایی که سی او پی دی دارن، کسایی که سیگرت زیاد میزنن، کسایی که چرس زیاد میزنن، کسایی که استما دارن، اینا به گونه همشان مشکلات سیستم تنفسی را ایجاد میکنه، و هر او کسی که مشکلات سیستم تنفسی را داشته باشه نسبتاً شدت مرض پیشش زیاد میباشه و در 9-10% وقت میتونه جان خود از دست بدن. بازم اونمو است که اینا متوجه خود باشن، دور از جامعه بگردن، فاصله اجتماعی رو مراعات کنن، ماسک استفاده کنن، انشالله هیچ وقت یا این مشکلات هیچ وقت سراغشان نخواهد آمد. تشکر. شما به عنوان یک دکتر برای شهروندان چی توصیه میکنن باید چی کارها را انجام بدن؟ البته به عنوان سوال اخیر در بحث از این که ما پیشتر در اوایل هم گفتم که هموطن ها باید کرونا رو جدی بگیرن، حالا وقتی که ما بارها گفتیم کرونا رو جدی نمیگیرن، بارها گفتیم که جدی بگیرن جدی نمیگیرن، متاسفانه نقص از این را همه ما شما خود دیدیم. یعنی جنجال یا بحرانی که پیش میشه مواجه همه ما شما است، نه تنها مواجه همه ما شما، مواجه جهانیان است. اگر کرونا در افغانستان زیاد شود، سفرهای خارجی دوباره شروع شود، همین افغان ها میتونه جهان را دوباره مصاب بسازه. یعنی اینجا مشکل یک فرد نیست، مشکل یک جامعه نیست، مشکل تمامی جهان است. کرونا شروعش از یک فرد بود، همه جهان گرفت. شما کرونا رو جدی بگیرین، لطفاً هموطنان عزیز به صورت دوستانه، رفیقانه یا حضوی از جامعه توابط افغانستان، شما خواهش میکنم که اگر کرونا جدی گرفته نشه، متاسفانه شما ماهای بعدی شاید خواهد بودین که عزیزانتان از دست بدین، شاید خواهد بودین که وضعیت سخت را ما از لحاظ روانی، از لحاظ تعلیمی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صحی مواجه خواهد شدیم، که باز وقت کنترلش به اندازه سخت خواهد بود که ما خود متاسفانه باور کرده نتانیم. من نمیخوایم هم وطنها را بترسانم، چون من داخل جامعه هستم، با مردم خود کار کردیم تا که متاسفانه مردم ما خوب جدی نگیرن، خوب نفهمن که چقدر میتونه خطرناک باشه، جدی نمیگیرن. از اولا از یکمه که جدی تر صحبت کردم، انشاءالله که هم وطنها واقعا جدی بگیرن این مرض را. تشکر بسیار زیاد دکتر حسی فرمولی، متخصص امراض داخلی عمومی، که بر ما وقت گذاشتن. شما هم توصیه دکتر صاحب را جدی بگیرین. برنامه آغاز روز در همین جا با پایان میرسه. تا دیدار دیگر، بدرود.